اقوام سرخپوست در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی و نام تمدنی قدیمی در همین منطقه است. مایاها دستاوردهای بسیار چشمگیری در هنر، معماری، ستاره شناسی و ریاضیات داشتند. اما آنان این علم و دانش را چگونه به دست آورده‌اند؟ بر روی کتیبه‌های متعلق به این قوم اشکالی وجود دارد که نشان از قدرت و پیشرفت علمی آنها در آن دوران را می‌رساند و انسان‌های امروز حتی تصورش را هم نمی‌توانند بکنند که آنها به چه تکنولوژی‌هایی دستیافته بودند. در کتیبه‌های مایاها آمده است که خدا مانند پرنده‌ای از آسمان به زمین فرود آمد و به آنها درباره نجوم، معماری و ساخت و ساز آموزش داد. در کتیبه آماده است که این خدا هنگام خروج خود به مایاها گفت که او یک روز به زمین بازگشت خواهد کرد. طبق محاسبه باستانشناسان که برگرفته از تقویم مایاها و کتیبه ها بود، زمان بازگشت این خدا 21 دسامبر 2012 محاسبه شد. اما آنچه که در خبر مشاهده شد مبنی بر نابودی زمین در این تاریخ بود که با واقعیت تفاوت بسیار زیادی داشت. خدا با چه چیزی آمده است که نیاز به مکانی برای فرود دارد؟ برخی از باستانشناسان و محققان بر این باور نیستند که واقعا این جملات به معنی فرود آمدن خدایان بر روی سرزمین اقوام مایاها باشد. آنها این جملات را فقط جملات مذهبی می‌دانند که آرزو و باورهای آنها را می‌رسانده است. اما برخی دیگر از دانشمندان و محققان مانند پروفسور دانیکن نظریه دیگری دارند. پروفسور دانیکن در کتاب عرابه خدایان و کتاب‌های دیگری که نگاشته است با استدلال و اسناد خود به وجود موجودات فرازمینی اشاره می‌کند و سعی در اثبات این نظریه دارد که اقوام مایاها خدایانی داشتند، خدایانی از جنس فرازمینی ها. وی معتقد است که علوم فوق‌العاده شگفت انگیز مایاها در زمینه نجوم و ریاضیات دلیل قاطعی بر ارتباط این قوم با فرازمینی ها است. کینیچ پاکال، امپراتور مایا در اواخر دوره کلاسیک دوران پیشا کلمبی بود. دوره او دوره شکوفایی فرهنگ و تمدن مایاها بوده است. در پوشی که بر روی تابوت او در معبد کتیبه ها به کار رفته، نمونه نادر و گرانبهایی از هنر باستانی مایا است. این کتیبه دارای مفاهیم نمادین بوده و اطراف آن حاشیه‌ای قرار دارد که علائم ستاره شناسی همچون خورشید، ماه، ستارگان و سرهای 6 مرد اشرافزاده با رتبه‌های گوناگون در آن به تصویر کشیده شده است. تصویر مرکزی به نظر می رسد که درخت جهان را به شکلی صلیبوار به نمایش درآورده است و در زیر آن نشانه صورت فلکی قرار دارد. برخی این کتیبه را نمایشی از دستگاهی عجیب دانستند که پاکال در آن نشسته و با اهرام‌ها و پدال‌هایی در حال کار است که بی‌شباهت به فضانوردان امروزی نیست. تصویر متعلق به یک مجسمه سنگی تمدن مایا است که شکلی دقیقاً شبیه به شکل یک فضانورد را دارد و کلاه فضانوردان امروزی را نیز به سر دارد. این مجسمه در کشور گواتمالا پیدا شده است و تحت نام اسکای پیپل معروف است و ظاهری دقیقاً شبیه به ظاهر انسان را دارد که احتمال اینکه مجسمه متعلق به یک مسافر زمان که از زمان ما یا زمان پس از ما به گذشته رفته باشد و با آنها ملاقات کرده باشد را نیز افزایش می‌دهد. به راستی اگر تمدن مایاها در سالهای 250 تا 900 پس از میلاد مجسمه یک مسافر زمان یا یک فضانورد باستانی را به تصویر نکشیده اند، پس این تصویر متعلق به چه کسی میتواند باشد؟ یکی دیگر از کشفیات بحث برانگیز از مایاها کشف اشیاء طلایی بالدار کوچکی بود. نمونه‌هایی از این اشیاء بالدار که بسیار شبیه به هواپیما هستند در چندین موزه وجود دارد که از آنها میتوان به موزه طلای کلمبیا و موزه برلین و موزه تاریخ طبیعی شیکاگو اشاره. این اشیاء عجیب در سال 1969 توجه دانشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرد، زیرا آنان دریافتند که این آثار هیچ شباهتی به جانوران ندارند و آنها بیشتر شبیه به هواپیماهای امروزی هستند. تاکنون 30 نمونه از این آثار باستانی کشف شده است که همگی مانند هواپیما دارای بال، دوم و کابین خلبان هستند. کارشناسانی در امریکا در سال 1996 نمونه هایی را شبیه به این اشیاء باستانی البته در ابعادی بزرگتر ساختند و با نتیجه شگفت انگیز مواجه شدند، زیرا این اشیاء را می توانستند به صورت شگفت انگیزی به پرواز درآورند. از دیگر کشفیات از مایه ها میتوان به رصدخانه کراکول اشاره کرد. در کراکول چچن یک رصدخانه مایایی به دست آمده که بی شباهت به رصدخانه‌های امروزی نیست. ضمن اینکه آنتونی آونی ستاره شناس نظر دارد که مایه ها همگی خانه‌هایشان را به گونه‌ای می‌ساختند که ظاهراً بتوان از پنجره‌هایشان آسمان را رصد نمود. مثلا در شهر اوکسمال همه ساختمان‌ها در یک ردیف و پنجره‌هایشان به یک سوی مشخص از آسمان باز می‌شوند. در ناحیه کراکول نیز همه خانه‌ها به نحوی ساخته شده بودند که در امتداد سیاره زهره قرار داشتند. آنچه که میتوان در تحقیقات یافت یکی از مراسم مایه ها است که به قربانی کردن انسان برای اهداف مذهبی و یا پزشکی اشاره دارد. اگر اهداف مذهبی بوده پس برای خدایی قربانی صورت می‌گرفت، اما سوال اینجاست که چه خدایی و قربانیان چه دسته از انسان‌هایی؟ تلاش برای پیدا کردن جواب این سوال بیفایده بود. اما اگر هدف پزشکی است چه اطلاعاتی میتوان از پزشکان مایه‌ها به دست آورد؟ سلامت و علم پزشکی در میان مایای باستانی ترکیب پیچیده‌ای از ذهن، بدن، مذهب، مراسم آیینی و دانش محسوب میشد. مهمتر از همه اینها کسانی برای وظایف پزشکی انتخاب میشدند که آموزش‌های عالی و درستی دیده باشند. این مردان شامان نامیده میشدند و به عنوان واسطه‌ای بین دنیای فیزیکی و دنیای معنوی عمل میکردند. آنها برای رسیدن به هدفشان یعنی شفا بخشیدن بیماران و پیش بینی کردن و کنترل کردن حوادث فوق طبیعی تمرین جادوگری هم می‌کردند. معروف بود که مایه‌ها زخم‌ها را با موی انسان بخیه می‌زدند، شکستگی استخوان را درمان می‌کردند و حتی در زمینه جراحی دندان هم مهارت داشتند. همچنین از سولفید آهن برای پر کردن دندان استفاده می‌کردند و ابزارهای جراحی می‌ساختند. به باور مایه‌ها هر انسانی همزادی داشت که به صورت روح ظاهر می‌شد و می‌توانست زندگی افراد را تحت تأثیر قرار بدهد. انسان‌ها می‌توانستند از راه دعا و مناسک دینی و نیز مصرف داروهای روانگردان با آنها ارتباط برقرار کنند. این همزادان که بیشتر به دنیای زیرزمینی مربوط می‌شدند، عامل پیوند فرد با جامعه مردگان نیز محسوب می‌شدند که این به دنیای زیرزمینی ارتباط داشت و فرد نیاز داشت برای این کار به محل‌های ویژه مثل غارهای تاریک برود. به باور مایه‌های قدیم از راه مکاشفات و مصرف مواد روانگردان نیز میشد به دنیای خدایان متصل شد و پند و اندرز گرفت. یافت شده از مایه ها تصاویر وجود دارد که به گفته باستانشناسان تصاویر فرازمینی ها را به نمایش درآورده است، اما شبیه این تصاویر بارها دیده شده است. برای مثال در کتیبه های سومریان، مصریان و حتی فرازمینی هایی که به نحوی دیده شده و یا مومیایی هایی که از فرازمینیان یافت شد. اما اولین بار این تصاویر چه زمانی و چگونه دیده شد؟ آلیستر کرولی شخصی برجسته و شناخته شده است. او با کسب اجازه از حاکم وقت، البته با استفاده از نفوذی که داشته، به هرم گیزا رفت که این هرم جزو عجایب هفتگانه جهان محسوب می شود و فرعونی از سلسله فرعونیان با نام فرعون خوفو از دودمان چهارم در این هرم قرار دارد. او در هرم به چله نشینی پرداخت و بعد از 40 روز توانست جنی به نام آیواز را که مدعی بوده مشاور فرعون است را ظاهر کند و نتیجه این ملاقات دیکته شدن کتاب قانون طی 3 روز و در 3 فصل است. سپس آلیستر کرولی عکس آیواز را به وسیله زغال بر روی کاغذ کشید. تصویری را که ایشان از چهره آیواز کشیده بسیار شبیه آدم فضایی هایی است که ما میشناسیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.